تاجیکستان، تعمیمشوی مدنیت و زبان روسی. ازبکستان، حلقه های مکتبی در روزهای جمعه گذرانیده می شود. Human Rights Watch، تعقیب شوی مسلمانان شینجان از طرف حکومت چین. Многі тажики, тажикські люди. سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در تاجیکستان ایگر لیاکین فرالوف سنه 14 سپتامبر با آموزگارانی که امسال از روسیه به جمهوری برای تعلیم دادن آمده بودند واخورد. در وقتی واخوری با آموزگاران، لیاکین فرالوف وظیفه اساسی آنها را قید نمود. با گفته او، وظیفه اساسی آموزگاران تعمیم دادن مدنیت و زبان روسی در تاجیکستان می باشد. در نوبت خود رئیس نمایندگی راست ساترودنیچستو میخائیل واژدایف با آموزگاران ابراز نمود که با درخواست آنها وزارت معارف با تاجیکستان 3346 عدد کتاب های درسی و اثرهای بدیعی ادبی ارسال نمود. باید قید نمود که سال جاری در چارچوبه لایحه همکاری های گومانیتری روسی و تاجیکی در ساحه معارف از روسیه به تاجیکستان 50 نفر آموزگاران تشریف آورده بودند. طبق شرطنامه بین حکومتی، مزد مهنت آموزگاران به مقدار 60,000 روبل روسی در یک ماه جانب روسیه به عهده دارد. حکومت تاجیکستان باشد عهده دار است تا اینکه آموزگاران را با جای زیست و پرداخت خدمات های معیشی آنها را تامین نماید. با عقیده مشاهدان، عمل مذکور همچون غصب مستملکه مدنیتی و معرفتی بوده برای استوار گردانیدن نفوذی وجود داشته روسی در تاجیکستان می باشد. روسی язык считается вторым языком, так что в нас во всех образовательных учреждениях он идёт не как иностранный язык, как. پس از برهمخوری اتحاد شوروی، مردم تاجیکستان از دستی غلام کننده خود دور شده می آید. علاوه بر این، سبب اساسی در روند مذکور بازگشت مردم به مطابقت اسلامی و سیاست روسیه نسبت مهاجران مهنتی گردید. هرچند رژیم رحمان مطیع پوره روسیه است و بچون و چرا به سیاست کرمل اطاعت میکند، این معنای آن را ندارد که مردم تاجیکستان نیز کر کرونا با گذرانیدن سیاست روسی گردانی از خودکنی و استوار نمودن نفوذ مستملکه داری روسیه پیروی میکند. در کتاب ها میخوانده که سال 72 شوروی همین گونه یک فضا حکم فرمود. با تمام مؤسسه های تحصیلاتی شهری تاشکند با نشانه فوراً با طلبات نوبتی به رهبران مؤسسه های تعلیمی مکتوب ها ارسال گردید. در مکتوب با امضای رئیس شعبه معارف شهری تاشکند تاوبایف از رهبران مؤسسه های تعلیمی طلب کرده می شود که خواهش و فکرهای طلبگان عیدی تشکیل دادن حلقه های علمی، ورزشی و بدیعی آموخته برآمده شود. اینچنین همه معرکه های در چارچوبه حلقه های مذکور گذرانیده شونده به روز جمعه گذرانیده شود تا اینکه طلبگان از رفتن نماز جمعه به مسجد پیشگیری کرده شود. باید قید نمود که هرچند با گویا اصلاحات های از جانب پرزیدنت کنونی ازبکستان گذرانیده شونده، سرشوی سال دانش با قرارهای قوایی حکومت در ساحه دین شروع گردید که با منع پوشیدن حجاب در اکادمی اسلامی وابسته می باشد. اینچنین با قبول نمودن قانون عید لباس عمومی مکتب که در نوبت خود باعث ناراضیگی اهالی و ترسانیدن فعالان جامعه گردید. در اول ماه سپتامبر تشکیلات Human Rights Watch معروضه عبارت از 117 صفحه آیدی حالت مسلمانان ناحیه مختار شینجان اویغورستانی ترکستان شرقی که در اصطلاح چین قرار دارد نشر نمود. در معروضه تحت سرلوحه ریشکن نمودن مرضهای مفکوروی، تعقیب شوی مسلمانان شینجان از طرف حکومت چین، حقیقت های دستگیر نمودن اموی خودسرانه، شکنجه دهی و مناسبت درشت، اینچنین نظارت پرای حیات هر روزه مسلمانان ناحیه مختار شینجان اویغورستان آورده شده است. همه حقیقت های در معروضه آورده شده بنابر صحبت بی واسطه با شاهدان خودسری حکومت چین گرفته شده است.
در معروضه گفته می شود که 13 میلیون اهالی مسلمانانی ترک تبار در ناحیه مختار شینجان اوغورستان با ویران شوی نرمه های بین المللی آیدی حقوق انسان با راه سیاسی مجبوران تلقین نمودن عقیده، جزادهی عموی، محدود کنی کمونیکاسیا و آزاد گشتن، محدودیت سخت دایر به عمل نمودن به دین و به نظارت پور را گرفتار می شوند. صوفی ریچاردسون، دیرکتور هیومن رایتس واش در چین می گوید، خودسری حکومت چین در شینجان طول 10 ساله ها می باشد که حدود ندارد. فعال شوی شکنجه ها نسبت مسلمانان ناحیه مختار شینجان اوغورستان در سال 2014 پس از آن که حکومت چین کمپانی پروسعت ضربه شدید را عملی نمود شروع گردید، ولی در آخر سال 2016 پس از آن که کاتب پارتی کمونیستی چین چن سیانگا از تیبت به شینجان گذرانده شد، شدت با تیزی اوج گرفت. از آن دم حالت های دستگیرشوی عمومی روز تا روز افزایش می‌یابد. دستگیر شدگان را هم به بازداشتگاه ها و زندان های رسمی و هم نارسمی، یعنی به اردوگاهی از نو تربیت‌دهی سیاسی ارسال کرده می شوند. طبق بهاگذاری های مستقل با اعتماد، در اردوگاه های سیاسی تقریبا میلیون نفر انسان ها قرار دارند. در آنجا مسلمانان ترک تبار زبان چینی را از خود می نمایند، به مدهکنی پارتی کمونیستی عادت می کنند و ترتیبات خاصی آنها را می آموزند. کسانی که آموختن نمی خواهند یا اینکه نتیجه های مثبت نشان نمی دهند، نسبت آنها جزا تعیین گردیده است. در بیرون اویغوران شینجان به محدودیت های دوچار می شوند که هر آینه حیات اردوگاه از حیات بیرونه آنها از یک دیگر فرق نمی کند. گشت و گذار نمودن با چاره های معموری، با قرارگاه نوبتداری و با مصادره نمودن شناسنامه محدود کرده می شود که بعدن شناسنامه های دستگیر شدگان در اختیار پلیس گذاشته می شود. این زمان با راه سیاسی مجبوراً تلقین نمودن عقیده روی داده، از جمله حتما در وقت مراسم بلند برداشتن بیرق چین اشتراک کردن و در جمامت های تربیه سیاسی یا اینکه سیاه نمودن ظهورات ناشایم، اینچنین برای آموزش زبان چینی در مکتب شبانه اشتراک نمودن به نظر می رسد. سطح بلند نظارت از بالای دینداری در واقع با منع اسلام در منطقه برابر می باشد. اهالی ناحیه مختار شینجان اویغورستان به نظارت دخالت شونده همه جانبه گرفتار می باشد. حکومت رسانیدن معلومات های پنهانی از جانب همسایگان را هوسمند می نماید و برای تعقیب الکترونی تکنولوژی معاصر پیشرفته را با استفاده بری کدهای QR، معلومات بیومتری، ذهن‌های مصنوعی، برنامه‌های جاسوسی در تلفن‌های موبایلی و برای معلومات‌های بسیار استفاده می‌برد. شماره تعقیب کنندگان از جمله منصبداران و کارمندان حفظ حقوق به میلیون نفر می‌رسد. حتی کوراتوران به کار درآورده شده‌اند که باید شخصانی به آنها وابسته بوده را در جایهای زیست منتظم زیارت نمایند. جالب دقت است که سالهای اخیر حمایتگران حقوق انسان آید حالت‌های رویداد ایستاده در ترکستان شرقی خاموش ایستادن حکومت‌های کشورهای مسلمان نشین بانگ می‌زنند. غیر از این، تشکیلات‌های حمایتگران حقوق انسان حالت‌های را قید می‌کنند که کشورهای به مانند مصر، مالزی، ترکیه و پاکستان گریزه‌های سیاسی اویغوران را به چین بازداد می‌نمایند. یعنی کشورهای مسلمان نشین به جای آنکه برادران همدین خود را که از سبب شکنجه‌های شدید در کشورهای آنها پناهگاه یافتند به چین بازداد نموده، با آن همکاری نمودن را انتخاب می‌نمایند.